سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به کانال دقت تیوی. امروز در نوار گپ میزنیم در باره دولت سنگاپور. ابونه شدن و لایک موندن رو فراموش نکنید. رفتیم. سنگاپور یکی از شهر دولت های بای و ترقی کرده است که در جزیره های آسیای جنوب و شرقی جایگیر بوده، با مالایزیا و اندونزیا طریق آب و راه پولی همسرحد می باشد. یکی از شهر دولت های خوبترین به حساب رفته، مساحتش همگی 725 کیلومتر کوادراتی را در بر می گیرد. شهر دولت سنگاپور عبارت از 63 جزیره های خرد بوده، از همه جزیره کلونش این خودی سنگاپور می باشد. ولی موافق نقشه زیادکنی حدود زمینی، سنگاپور همه ساله طریق ساختن جزیره های نوی سنعی در حدود آبیش مساحت زمین هایش را زیاد کرده استوده است. موافق این برنامه سنگاپور علاقه از 581 کیلومتر کوادراتی سال 1960 تا 725 کیلومتر کوادراتی سال 2019 رسانیده، در این مدت 144 کیلومتر کوادراتی مساحت زمین هایش را زیاد کرده است و نیت دارد که حدودش را تا سال 2030 باز 100 کیلومتر کوادراتی دیگر زیاد کند. کلمه سنگاپور از کلمه ملایی سینگا یعنی شهر و سانسکریتی پورا یعنی شهر گرفته شده، معنای شهر شهر یا شهر شهر را دارد. سنگاپور 9 آگوست سال 1965 از هیئت ملایزیا برآمده صاحب استقلال شده است. سنگاپور ریاست‌جمهوری پارلمانی است. پرزیدنتش هولو حلیمه یعقوب و سروزیرش لی سیان لون میباشد. پایتخت شهر یگانه سنگاپور. اسعارش دلار سنگاپوری. اهالیش 5 میلیون 781 هزار نفر بوده، 74% خیتویها، 13% ملایها، 9% هندوها و 3% دیگرش دیگر خلقیتها میباشند. زبان دولتی رسمی این انگلیسی، خیتویی، ملایی و تامیلی میباشند. سال 1819 اهالی این جزیره همگی 1000 نفر بود، اما انگلیچان ها آمده آن را مستملکه خود کرده، در آنجا بندرها یعنی پورت ها ساخته، استحصال اساسا زنجبیل و رزینا را براه میمونند و علاقه اهالیش تا سال 1860 به 80 هزار نفر میرسد. در جنگ دوم جهانی، ژاپن حدود سنگاپور را از دست انگلیچان ها ضبط کرده گرفته بود. بعد بای دادن ژاپن در جنگ دوم جهانی، سال 1945 انگلیچان ها باز جزیره را زیر نظارت خود میگیرند و سال 1951 سنگاپور همچون منطقه خودمختار در هیئت امپریای بریتانیایی تشکیل میشود. سال 1963 بعد انتخابات سنگاپور به هیئت فدراسیای مالایزیا داخل می شود، ولی 7 آگوست سال 1965 بعد مناقشه با حکومت مالایزیا از هیئت مالایزیا برآمده، 9 آگوست سال 1965 صاحب استقلالیش را اعلان می کند. بعد به دست آوردن صاحب استقلالی، سنگاپور این یک دولت خرد و قشوق بود. حتی آب آشامیدنی و قوم ساختمانی را با عذاب از خارجه وارد می کرد. اما پرزیدنت اولین سنگاپور لی کوان یو دائم میگفت که ما باید برای جلب مبلغ گذاران و اقتصادیات دولت همه شرایط ها را فراهم آوریم و کروپسیا را تا حد امکان کم کنیم، و این سخنان او خیلی سری وقتی و مهم بودند، زیرا این یک دولت خرد بود که یگان بایگری طبیعی نداشت. لی کوان یو کار را از مبارزه با کروپسیا و رشد سوهای معارف آغاز کرد. او میگفت که کروپسیا برای خلقهای شرقی این یک قسم مدنیت شده است و برای آن که آن را نس کنیم چوره های سمرانوک پیشکش کردن لازم است، و برای کم کردن سطح کروپسیا وای دو کار اساسی را تدریجا انجام داد. یکم، معاش کارگران دولتی را اساسا سوهای سود و پراکراتورا و معاریف را یک باره یک چند مرتبه بلند میکند، و دویم، جزا برای کروپسیا را به نهایت سخت میکند، حتی حکم قتل را نیز جاری میکند. کمیته مخصوص ضد کروپسیونی با کارگران روزقو و وطن دوست ترتیب داده شد که معاش خیلی بلند میگرفتند. در دوام آن سالها وزیران و منصبداران دولتی زیاد را به دادگاه کشیدند. حتی یک خشی خودی لی کوان یو رو نیز بازداشت کردند. یعنی با واسطه این دو عمل، یعنی برداشتن معاش و جزای سخت جوری کردن برای کروپسیا، سنگاپور توانست یکی از دولت‌های پیشرفته جهان گردد. معاش کارگران دولتی به نهایت بلند برداشته شدند. مثلا معاش سالانه سودیاها تا 1 میلیون دلار را تشکیل میکرد. پورگیری و پوردهی در همه سطح قریب که نیست شد. جزا برای پوره این جریمه از 100 هزار دلار با گرفتن مالکیت بر نفع دولت و حبس کمش از 10 سال زندانی آغاز می شد.
و حالا سنگاپور با ده گونه اقتصادیات پیشرفته جهان داخل شده، مجموع محصولات داخلی یعنی WWP این کشور با 585 میلیارد دلار برابر است و به هر یک سری اهالی 103 هزار دلار رست می آید. اقتصادیات سنگاپور ترقی کرده بوده از ساحه‌های بانکی، خدمت‌رسانی، استحصالات دارو، الکترونیکا، محصولات نفتی، ماشین‌سازی، کشتی‌سازی، نقلیات آبی، ساحه بندری یعنی پورت و غیره عبارت است. بندر یعنی پورت سنگاپور یکی از کلان‌ترین به حساب رفته در جهان جای دویم را بعد شانگهای خطای می‌گیرد. گردش بار در بندر شانگهای خطای 695 میلیون تن، در بندر سنگاپور باشد 560 میلیون تن است. در یک مدت کوتاه ترقی کردن اقتصادیات سنگاپور این یک پدیده و مفهوم نو معجزه اقتصادی سنگاپور را در بین دیگر دولت‌های جهان پیدا کرد و این پدیده را تا امروز اقتصادشناسان و اقتصادچیان تمام جهان آموخته استودند و از روی آن عمل میکنند. سنگاپور دارای یک فرودگاه میباشد که این فرودگاه یکی از کلان‌ترین‌ها در جهان به شمار رفته، مساحتش 13 کیلومتر کوادراتی است و دارای 13 هزار کارگر میباشد. در یک سال از 36 تا 60 میلیون مسافر میکشاند و اقتصادیات سنگاپور همساله تقریبا 3 میلیارد 250 میلیون دلار درآمد میآورد. ساحه تندرستی و معارف سنگاپور یکی از ترقی کرده ها در دنیا میباشد. سطح جنایتکاری در سنگاپور یکی از پسترین ها در جهان است. سببش این سطح بلند زندگانی و جزای سخت برای قانون ویران کنی و جنایت بوده، حتی حکم قتل برای غارتگری، بی‌رحمانه مبلغ‌های دولتی و کرپسی از طرف منصبداران دولتی، برای آدمکشی مدهش، برای خیانت به دولت، فروش مقدار کلان مواد مخدر و سوءقصد به جان پرزیدنت پیش‌بینی شده است. مثلا تنها برای فروش مواد مخدر از سال 1991 تا سال 2004 420 حالت حکم قتل دایر گشته است. حکم قتل طریق بدار آویختن اجرا می‌گردد. ارتش سنگاپور زمانوی بوده در این ساحه با دولت اسرائیل، آمریکا، آلمان و بریتانیا همکاری می‌کند. شماره حربیان 75 هزار نفر سرباز و افسر را تشکیل داده از سه نمود قشون، این قشون‌های خشکی‌گرد، قشون‌های حربی هوایی و قشون‌های حربی آبی عبارت می‌باشد. در حالت جنگ ارتش سنگاپور باز میتواند تا 300 هزار نفر در احتیاط قرار داشتگان را سفربر کند. ارتش سنگاپور حالا دارای 200 تانک آلمانی لیاپارد 2، 700 ماشین جنگی پیاده‌گرد یا اینکه BMP و BTR استحصال خود سنگاپور، 155 خیرکننده یا اینکه استریبیتل مدل های گوناگون F-16S, F-15SG و F-5، اینچنین 6 تا کشتی حربی زیر آبی، 6 تا کشتی حربی نوع فرگات و 10 کشتی حربی کاروت و کشتی های پترولی حربی می باشد. اقلیم سنگاپور نمناک بوده، بارانها زیاد است، ولی نوابسته به این افتوبش تیز است چون که کشور در خط اکواتور جایگیر است. چخیل که گفتم یکی از سازندگان سنگاپور امروزه این پرزیدنت اولینش لی کوان یو بود. او 23 مارت سال 2015 از عالم گذشت و حالا سروزیر سنگاپور پسر او لی سیان لون میباشد. امیدواریم که تاجیکستان ما نیز مثل سنگاپور ترقی میکند. با همین نوار به آخر میرسد. فکری خود را باید این موضوع در کامنتری نویسید، ابونه شوید و لایک مونید. تشکر برای دقتتون. خیر در امان خدا باشید.